منابع محلی در کشور فرانسه از جدیدترین اظهار نظر ضد اسلامی یکی دیگر از سیاستمداران این کشور پرده برداشتند. بر اساس گزارش این منابع، خانم مارین لوپن، رهبر جناح راست افراطی فرانسه، خواستار تعطیلی همه مساجد در فرانسه شد. در همین راستا خبرگزاری آناتولی ترکیه با انتشار گزارشی در این باره نوشت: درخواست خانم مارین لوپن به رغم آن مطرح شده که در این کشور طی 2 سال گذشته به دستور آقای ژرال درمن وزیر کشور فرانسه 24 مسجد تعطیل شدند. بانک جهانی اعلام کرده است که شوک‌های ناشی از همه‌گیری کووید 19 و جنگ در اوکراین به این معناست که جهان بعید است تا سال 2030 به ریشه‌کنی فقر شدید دست یابد. در این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که همه‌گیری کووید 19 نقطه عطفی تاریخی پس از دهه‌ها کاهش فقر است، به طوری که 71 میلیون نفر در سال 2020 در فقر شدید زندگی می‌کردند، یعنی با کمتر از 2 دلار و 15 سنت در روز. این گزارش می‌افزاید حدود 719 میلیون نفر از جمعیت جهان تنها با 2 دلار و 15 سنت در روز زندگی می‌کنند و جنگ مداوم و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی تهدیدی برای کاهش بیشتر تلاش‌ها برای کاهش فقر است. گزارش‌ها که از آن است که طالبان استفاده از پول پاکستان روپیه را در این کشور ممنوع کرده است. به گزارش خبرگزاری خام پرس، شعبه مبارزه با پولشویی آژانس اطلاعات طالبان طی نامه‌ای به انجمن دلالان صرافی دستور داده است که استفاده از روپیه پاکستانی را در مبادلات مالی در افغانستان به طور کامل ممنوع کند. به گزارش این خبرگزاری در این نامه آمده است که تمامی تراکنش‌های مالی از جمله نقل و انتقالات، تجارت و مبادله ارز ممنوع است. سازمان‌های اسلامی و اعضای جامعه مسلمانان در بمبئی هند در نظر دارند کمپینی را برای رفع سوء تفاهم‌ها و باورهای غلط درباره اسلام و رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان سایر ادیان راه اندازی کنند. این کمپین با عنوان پیامبر برای همه به مناسبت سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله 17 مهر 1401 راه اندازی می شود. سازمان آمریکایی حامی حقوق بشر و دموکراسی در بحرین ADHRB خواستار تحقیق درباره بدرفتاری با شیخ عبدالجلیل مقداد، روحانی شیعه بحرینی شد که به حبس ابد محکوم شده است. این سازمان نگرانی خود را نسبت به تخلفاتی که علیه زندانیان سیاسی در بحرین از نظر آزار و اذیت و بدرفتاری به دلیل بیان دیدگاه‌هایشان انجام می‌شود، ابراز کرده.